تنظیمات دیگه که اینجا ممکنه خیلی براتون مهم باشه توی قسمت جنر... جنرال ما چیز خاصی نداریم فقط اه... چیزهایی که میتونیم بعداً هم تعیین کنیم و تغییرش بدیم منو شما در مورد منو شماست اینکه که اه... به سمت چپ تمایل داشته باشن یا راست اینو خودتون میتونید تعیین کنین ترک در مورد ترک های تصویری که ایجاد میکنین الاینمنت هست تکست که زیر میز هاتون با چه فونتی باشن باز قابل تغییر کالر که رنگ تمام نواس به همین صورت سیمیلیتور این آیکون این آقایی است که اینجا برای ما سیمیولیت میکنه و نشون میده دیویدیمون تو چه حالتیه میتونیم دیویدیمون رو تست بکنیم این دستینیشن شما مهم هست این از همون پتیه که اول باز شدن دیویدی سی پرو تعیین کردید براش و گفتید که کجا بذاره فایل هاتون رو میتونید این رو تغییر بدید و به جای اینکه مثلا توی یوزرز اسم یوزرتون که حالا اینجا یوزر ما های مجید توسلی لایبرری کش دی وی پرو میتونید شما یه پث دیگه براش تعیین بکنید و در واقع اونجا تمام فایل های شما رو ذخیره بکنه از این جهت میگم این پت مهمه که شما بعدا بتونید راحت وقتی کارتون تموم شد اون رو دیلیت بکنید ترشش بکنید بنزین تو سلاش خال و بتونید جا باز بکنید توی هاردتون چون به هر حال یه مقدار فضا اشغال میکنه این فایل ها توی هاردتون اما یکی از مهمترین تب های شما تب آخر انکودینگه اینجا شما میتونید نسبت 4 به یا 16 به 9 تصویرتون رو تعیین بکنید اگه واید باشه تصویرتون و دیویدیتون 16 به و قاعدتا اگر تلویزیونی بخواید 4 به اگر شما کار NTSC انجام نمیدید اصلا براتون این دراپ فریم هیچ اهمیتی نداره فقط برای زمانی که میخواین NTSC کار بکنید مهمه و اگر کارتون NTSC و طولانی حتما باید این چک رو روشن بکنید فیلد اوردر شما در واقع همون فیلدی که ما قبلا توی فاینال کات و حالا در دیگه تدوین هم دیدیم بهتر که روی اون روی اوتو بذارید اما این قسمت خیلی خیلی مهمه این مودی که شما اینجا میبینید نوشته وان پس VBR آر یا وریبل اگه شما وان Pass بذارین میگه حجم هر یک فریمی که من میخوام کمپرس بکنم یا در واقع یک ثانیه چقدر باشه اینجا الان چهار مگابیته اگر شما وان Pass وریبل بذارید VBR بی آر به شما میگه صحنه هایی که از نظر تصویری پیچیده نیستن انقدر حجم داشته باشن صحنه که پیچیدن انقدر اما اگه تو Pass بذارید باز هم بهتره چون تو پس دو بار تصویر رو آنالیز میکنه موشن استم استیمیشن هم در مورد تشخیص حرکات توی تصویره رو من معمولا روی بست میذارم این تنظیم اینجا که شما تو پس وی بی بذارید بین 4 و 7 و بست از نظر زمان انکودینگ از نظر زمانی که نی... کامپیوتر نیاز داره برای اینکه تصویر حالا مووی یا ای وی آی شما رو تبدیل بکنه به امپکتو و تبدیل بکنه به دیویدی بیشتر میشه اما به نظر من کیفیتی که به دست میاد کاملا با ارزشه و ارزش اینو داره که ما این زمان رو بذاریم و اه... کیفیت تصویری خیلی بهتری ازش بگیریم خب من اوکی میکنم از این لحظه ما میتونیم توی دیویدیو سی پرو با خیال راحت کار بکنیم و میدونیم که تنظیماتی که انجام دادیم کاملا درسته و دیگه نگرانی راجع به چیز خاصی نداریم